از قرد می آیم. برای دفن آمنوتوت سوم رفته بودم. 40 روز باید از مرگ و مومیایی شدن می گذشت و امروز زمان تطوین بود. من فرمانروا آمنوتوت 4 را دوست دارم. شنیدم از جنگ و کشتار بیزار است. ولی من از او بیزارم، چرا که از آمون بیزار است. آمنهوتپ بسیار مهربان و رئوف است. امیدوارم فقرا رو بر ثروتمندان ترجیح ندهند. موزارسیت مشاور اعظم همین است؟ آری، خوابگزار بزرگی که همه خوابگزاران و کاهنان معبد را شکست داد همین است. چه چهره زیبا و دلنشینی دارد. چقدر آرام و مهربان به نظر می آید. Thank you.
ساکت ابله. هنگام عبور موکب خدایگان آمنهوتپ یه سکوت کرد. آمنهوتپ چهارم فرمان روای مصر بزرگ، امروز یوزارسیف حکیم را که از علم تأویل رویا برخوردار است و از بزرگترین معبران است به عنوان مشاور اعظم خود و رئیس کشاورزی مصر منصوب می کنم. انیز امروز او به بالاترین مقام مصر یعنی مقام زرین افتخر خواهد شد. از الطاف فرمان روای حکیم و بزرگوار مصر سپاس گذارم. همینه که جناب فرمان روا مرا مقام زرین می بخشیدند به یاد خاطره ای از گذشته افتادم. در قصر پوتیفار که بودم، کاریماما ندیمه بانو زلیخا هرگاه که می خواست مرا ناچیز و بیمقدار جلوه کند می گفت گوسفند چران بیابانگرد. هنگامی که جناب فرمان روا مرا مسئول خزانه داری و کشاورزی مصر منصوب نمودن، با خود گفتم یک گوسفند چران بیابانگرد چگونه چون این مسئولیت سنگینی را بر عهده خواهد داشت؟
اگر دستم به یوزارسیف برسد لحظه ای امانش نخواهم داد. اجازه دهید من آنگونه که خود دوست دارم و آموختم با شما سخن بگویم. من خود را خادم مردم مصر می دانم، نه بزرگ و سرور و صاحب اختیار آنان. از شما مردم مصر می خواهم یاریم کنید تا وظیفه خدمتگزاری را به درستی به جای آورم. کم و بیش مطلع شده اید که مصر 7 سال قحطی و خشکسالی در پیش دارد و 7 سال بارندگی و وفور نعمت. من به شما قول می دهم که اگر بر روی سنگ بز بیفشانید سبز و بارور شود. پس از تا می توانید از همکنون بکارید. کشاورزانی که گندم بیشتری بکارند و محصول بیشتری به سیلوهای حکومت تحویل دهند به تدریج صاحب ملکی خواهند شد که در آن کشت می کنند. می دانم که همه املاک مصر متعلق به جناب فرمان رواست. در این مورد بعدم برایتان توضیح خواهم داد. از کجا معلوم گندم‌های مردم را که جمع کردید به قیمت گرانتر به خودشان نفروشید؟ خرید و فروش گندم و جمع‌آوری و نگهداری آن توسط نمایندگان منتخب خود شما صورت خواهد گرفت. مأمورین حکومت فقط نظارت خواهند کرد. شما به اندازه مصرف سالیانه و بذر سال آینده گندم نزد خود نگه دارید و مابقی را به حکومت واگذارید. اگر شما حاکمان مقتدر و بالیاقتی باشید باید با قاطعیت تصمیم بگیرید. آنگاه مردم هم موظف هستند از شما حمایت کنند. مردم اگر بر اعمال حکومت ناظر باشند مددکار حکومت خواهند شد و اگر بی خبر باشند بی تفاوت خواهند شد. گویی پاسخ شما را داد. هر کس می تواند گندم خود را ذخیره کند. چرا به شما بدهد؟ ما در آینده نزدیک امکانات گسترده ای را برای نگهداری گندم ایجاد خواهیم کرد. البته هر کس می تواند گندم خود را نزد خود نگه دارد، اما اگر به هر دلیلی از بین رفت حکومت مصر به او گندمی نخواهد داد. ما گندم به کسی می دهیم که از او گندم دریافت کرده باشیم. کشاورزان با ذخیره سازی گندم نزد حکومت هم صاحب زمین‌های مزروعی می‌شوند و هم خود را از خطر قحطی نجات می‌دهند. مصر بیاورند و در تپس به شما تحویل دهند. برای سهولت در حمل و نقل و یا دریافت سهمیه گندم ما سیلوهای ذخیره گندم هر شهری را در همان جا بنا خواهیم کرد که مردم به زحمت نیفتند. او حرفای تو را شنید. برای مبارزه با قحطی ما تدابیری اندیشیده ایم که بعداً با مردم در میان خواهیم. چرا نرفتیم با یوزارسیف سخن بگوییم؟ اولا که نمی گذاشتن، ثانیا
یوسف چندان تمایلی به سخن گفتن با شما را ندارد. از آن گذشته میخواستی به او چه بگویی؟ میخواستی بگویی که دوستش داری یا دلیل سالها زندانی کردنش را برایش توضیح دهی؟ یوزارسیف نمیداند تمام مردم روی زمینهای آمنهوتپ کشاورزی میکنند؟ یوزارسیف جوانی بی تجربه است. او با این کار خود تیشه به ریشه حکومت مصر میزند. پس از چند سال واگذاری املاک و حکومتی به مردم، فرمان روای مصر ضعیف و بی پشتوانه میشود. در حالی که تمام ثروت و املاک کشاورزی معبد آمون هنوز بر جای خود باقی است. با این وضع بهتر است مانع اقدامات یوزارسیف در بخش کشاورزی نشویم. فقط باید مانع قدرت گرفتن او در امور حکومت بشویم. اگر زیرکانه عمل کنید می توانیم زمینه سقوط یوزارسیف را فراهم کنیم. ما باید نظر دو تن از بزرگان قصر را برای همکاری جمع کنیم. چه کسانی عالی جناب؟ اول قرومحب، فرمانده محافظین قصر. و نفر دوم؟ بانوتی، مادر آمنهوتپ. فکر میکنید همکاری کنن؟ بستگی به میزان تلاش ما دارد. اگر قرومحب و بانوتی با ما همکاری کنن، شکست یوزارسیف حتمی است. ایناروز، درود خداوند بر تو ایناروز. شما اینجا چه میکنید؟ درود بر تو. آزاد شدید. یوزارسیف، جناب یوزارسیف را آزاد کردم. خبرش را دارم. میدانم که آزاد شده اید. پس میخواهید جناب یوزارسیف را ببینید؟ همینطور. بسیار خوب. نگران نباشید. همینجا منتظر باشید تا خبرتان کنم. بسیار. بمانید. تو کجایی؟ جناب یوزارسیف به دنبال تو میگردد. به دنبال من؟ آری، مگر تو مالک نیستی؟ چرا هستم؟ مالک ابن زر. بسیار، همینجا در کنار ایشان بمان، باز خواهد گشت. علی جناب اجازه می‌فرمایند؟ چه شده این عروس؟ بگو. زندانیان زاویرا تقاضای ملاقات دارند علی جناب. آنها را به حضور می‌پذیرید؟ پس بالاخره آمدند. حتما همه آنها را نزد من بیاور. در ضمن مالک ابن زعر را نیز پیدا کردم. او کجاست؟ او نیز همراه زندانیان منتظر دیدار شماست. من خود به دیدار آنها خواهم رفت. درود بر پیامبر خدا. خدا بر نبی خدا. زیبا و برومند شده ایم. سپاسگزاریم از اینکه ما را آزاد کردید.
تو اینجا چه میکنی؟ چرا این همه آشفته؟ آری منم این نبی خدا، مالک نادم و پشیمان، همان که شما را به اسارت برد. چه میگویی مالک؟ آیا من شبیه اسرا هستم؟ نه، به لطف خداوند به بزرگان آزادگان میمانید. این منم که اسیر آوارم. از زمانی که شما را فروختم 20 سال است که تبس را ترک نکردم. چه کردم نتوانستم دل از شما بکنم. چرا چون این کردی؟ من فکر کردم که برای تجارت به مصر آمده ای. خداوند مرا ببخشد که تو را این گونه آواره کردم. ولی من هنوز از اینکه پیامبر خدا را فروختم احساس گناه میکنم. اما این معامله چندان بدی نبود. تو یوسف را فروختی و مهر یوسف را به دست آوردی و من به اسارت رفتم که به صدارت برسم. من اینجا ماندم تا گذشته را جبران کنم. من از شما دست بردار نیستم. تو دینی نسبت به من نداری، اما میتوانی در مأموریتی که خداوند به عهده‌ام گذاشته یاریم کنی. آری، من به یاری همه شما نیاز دارم. ما آمده ایم که با همه وجود در اختیار شما باشیم جناب یوزارسیف. جناب یوزارسیف، اگر اجازه بدهید ما میخواهیم همیشه در کنار شما باشیم. میدانیم کار مهمی از ما ساخته نیست، اما آنچه در توان داریم مضایقه نخواهیم کرد. کافی ساری جناب یوزارسیف فرمان دهند. از شما فرمان دادن، از ما جان باختن. از قضا اینک نیازم به شما از هر زمان دیگر بیشتر است. من گمان میکنم سالها زندان و حضور در بین شما برای چنین روزی بوده. شما باید مرا در اداره امور مصر یاری کنید. با من بیایید. با همین سر و وضع آشفته و مندرس قلوبتان را میبینم که چون آینه صاف و شفاف است. ظاهرتان چه اهمیتی دارد؟ بیایید. قصر آمنهوتپ جایگاه چه کسانی شده؟ درود بر فرمانده هورمهوپ. چش تو دعا پوکیم؟ کاهن اعظم جناب آنخماهو فرمودند اگر فرصتی شد در معبد با ایشان ملاقات کنید. جهت چه کاری؟ بنده بی اطلاع هستم، فقط فرمودند مشتاق ملاقات با شما هستند. بسیار خوب، به حضورشان خواهم رسید. از این که همه شما را آزاد می‌بینم بسیار خوشحالم. جناب یوزارسیف، میمی صاحب تقاضای دیدار شما را دارد. وارد شد. بانو زلیخا مرا آزاد کرد. بانو زلیخا مرا آزاد کرد. عجب. بس بانو زلیخا آزاد کردن هم میدانم. کار او فقط بند و زندان نیست. خداوند او را از زندان خودش نجات دهد. او برای رسیدن به خواسته نفس حیثیت خیلی ها را برباد داد و بسیاری را به زحمت انداخت. بیچاره جناب پوتیفار، میدانم که رنج بسیار کشیده است. جناب یوزارسیف، نمیخواهید زلیخا و پوتیفار را مجازات کنید؟ باید از آنان انتقام گرفت. آنها باید مجازات شوند. من از آنان گذشتم، خداوند نیز بگذارد.
فقط نمیخواهم مرا ببینم، یعنی نمیخواهم شاهد شرمندگی شما باشم. این عروس علی جناب دوستانمان را آراسته و مرتب کرده نزد من بیاور. اطاعت. با این عروس بروید، منتظرتان هستم. با من بیایید. سپاسگزارم. دوست دیرینه من، بگو ببینم چگونه آزاد شدی؟ بانو زلیخا پس از آزادی توسط شما به قصر بازگشت و به یاد آن الفت دیرین با شما مرا آزاد کرد. جناب پوتیفار چه میکنه؟ شنیدن بیمار است. آره همینطور است، خیلی رنج میکشد، حالش اصلا خوب نیست. به یاد آن ستمی که بر شما روا داشته همیشه رنج میکشد. خداوند او را شفا دهد. جناب یوزارسیف، آپوکی کاهن را دیدم که با فرمانده هورم هوب سخن می‌گفت. آپوکی کاهن در قصر فرمانده با آمنهوتپ چه می‌کنند؟ مبادا هورم هوب را تطمیع کنند. رفت و آمد او در قصر خطرناک است، بیشک اسرار قصر را به معرض خواهد برد. به نظر من حال که او را شناخته این خطری ندارد. توسط او میتوانیم عوامل معبد در قصر را شناسایی کنیم. فقط مراقب او باشید. اطاعت عالی جناب. از این پس برای من تعظیم نکن. عادت کردم عالی جناب. این عادت را ترک کن. اطاعت. جناب هورم هوب اجازه ورود میخواهند. آلی جناب. بگویید وارد شو. درود بر خادم خدایان کاهن اعظم، بزرگ کاهنان معبد آمون، عالی جناب آنخ ماهو. درود بر فرمانده توانا و لایق قصر آمنهوتپ جناب هورم هوب. بیا در کنار ما بنشین. آپوکی کاهن گفتن که شما مرا احضار فرمودید. من هم اطاعت امر کردم. سپاسگزارم. خوشحالم کرد. مطلبی ذهنم را مشغول کرد. ضروری دیدم با شما در میان بگذارم. من گذشته این مشاور جوان آمنهوتپ را بررسی کردم. نامش چه بود؟ یوزارسیف. بله یوزارسیف. همان یوزارسیف. او که از کودکی در قصد پوتیفار بود، خدایان ما را قبول نداشت و خدای نادیده را می‌پرستید. بدیهیست اکنون که قدرت یافته از مبارزه با معبد دست بر نخواهد داشت. از طرفی او یک بیگانه از اهالی کنعان است و این یک ننگ است که یک بیگانه زمام امور سرزمین کهنسالی چون مصر را در دست گیرد. یک نفر دشمن آمون در شهر آمون در تبس بر ما حکومت کند. من از شما که از پیروان آمون هستید میخواهم اجازه ندهید یوزارسیف در قصر رشد کند.
این گونه که او به پیش می رود به زودی تردید نیست که جای آمن قطب را هم بگیرد، در حالی که مثل فرماندهان لایق و غیوری چون شما دارد. از شما سپاسگزارم. من مصر را دوست دارم و آمون را نیز می پرستم. برای معبد و شما هم احترام قائلم و هر کاری که از دستم برآید دریغ نمی کنم. از طرفی وفاداری خود به آمنهوتپ را نیز نمی توانم فراموش کنم. من نیز با تو موافقم، اما یوزارسیف نه مصر است، نه معبد و آمون است، نه آمنهوتپ. ما می دانیم بیشک شما نیز از قدرت گرفتن یک بیگانه کافر در مصر به اندازه ما رنج میبرید. شاید تو نتوانی خواسته قلبی خود را بروزدهی. بی پرده بگویم، من و خادمین معبد آمون میخواهیم فرزند برومند و با ایمانی چون تو در سرزمین نیاکان ما جانشین پوتیفار شود، نه یک بیگانه. البته شما میدانید که بوتیفار بیمار است و از ضربه روحی که از ناحیه یوزارسیف و زلیخا به او وارد شده است خیلی دوام نمی آورد. هیچ کس از قدرت روگردان نیست و کسی قدرت گرفتن بیگانگان در سرزمین آبا اجدادی خود را دوست ندارد. بسیار خوب، اگر این چنین است معبد عواملی دارد که می تواند شما را برای رسیدن به جایگاهی که لایق آن هستید یاری کند. و اما در مورد یوزارسیف باید بگویم تا زمانی که او مورد تایید آمنهوتپ باشد و خیانتی از او دیده نشود من با او مخالفت نخواهم کرد. بدیهی است که خیانت باید در همه ابعاد آن مورد نظر باشد، از جمله خیانت و مخالفت با آمون. تردیدی نیست که یوزارسیف با آمون و معبد دشمن است و دشمنی خود را پنهان هم نمی کند. این را قبول دارم. حال عالی جناب پوتیفار اصلا خوب نیست. من به ایشان گفته بودم که هیجان و عصبانیت اصلا برایشان خوب نیست، اما ظاهرا بارها دچار این حالت شده. او باید در آرامش باشد و داروهایی که به ایشان دادم مرتب میل کنم. حال شما هم چندان بهتر از ایشان نیست. مراقب خودتون باشید. داروهایی رو که سینوه فرمودند برای جناب پوتیفار تهیه کنید و قصر رو در آرامش کامل نگه دارید. وجود تو بیش از همه قلب مرا آزرده می کند. تو که نباشی من آرامش می یابم. آن که در این روزگار می توانست آرامش بخش قلب من باشد یوزارسیف بود.
که به خاطر رزالت زلیخا و حماقت خودم او را از دست دادم. اینک باید در کنج غربت و تنهایی دنیا را ترک کرده و به غرب بروم. عالی جناب، ببخشید. بانو تی نفر بعدی است عالی جناب. آپوکی کاهن را دیدم که به اتاق بانو تی رفت و پس از چند لحظه خارج گردید. پس ایشان را هم مثل هورمهوب نزد آنخماها دعوت کردند. چگونه بفهمیم بین آنان با آنخماها چه می‌گذرد؟ این معلوم است. آنها می‌خواهند که یوسف در اداره امور مصر دخالت نداشته باشد و اگر بتوانند فرمانروا را وادار به عزل من کنند. چگونه از دسیسه‌هایشان مطلع شویم؟ نگران نباش. اگر خداوند بخواهد وسیله‌اش را نیز فراهم خواهد. عالی جناب، دوستانتان اجازه شرفیابی می‌خواهند. خب دوستان، خوب گوش کنید. چند نکته مهم است که شما باید انجام دهید. اول اینکه بدانید مسئولیت همه شما با جناب مالک که فردی دانا و با تجربه است می باشد و از این پس رابطه من شما ایشان و میمی سابو هستند. مطلب بعد این که باید بدانید ما در مبارزه با کاهنان معبد آمون هستیم و آنها قصد نابودی ما را دارند. اگر هوشیار نباشیم دشمن به ما صدمه خواهد زد. اولین کار شما این است که ماجرای شکست کاهنان معبد آمون در تعبیر خواب آمنهوتپ و پیروزی خدای یکتا بر دیگر خدایان مصر را در همه جا نشر دهید. بسیاری از مردم از ماجرا بیخبرند و این آگاهی میتواند اعتقاد مردم را به آمون و معابد ضعیف کند. مطلب بعد، من به جز شما یاران امین و قابل اعتمادی ندارم. به عنوان چشم و گوش من باید مراقب ذخیره سازی گندم توسط سودجویان و فعالیت های کاهنان علیه حکومت باشید و به من اطلاع دهید تا به موقع اقدام لازم صورت گیرد. سوم، ما برای کشت و کار وسیع به بذر زیادی نیاز داریم. وظیفه شما دوستان این است مقدار گندم موجود در مصر را شناسایی کرده و به من اطلاع دهید. شما در آینده مسئولیت‌های سنگین‌تری خواهید داشت که بعداً خواهم گفت. این عروس نمی‌سابو، دوستان من هم خستن و هم به جا و مکان نیاز دارند. برایشان تهیه کنید. خداوند نگهدارتان. به امید دیدار. سپاسگزاریم جناب گیزرسی. خدا حافظ شما. خداوند نگهدارتان. خدا نگهدارتان. جناب مالک شما بمانید. شما مردی دنیا دیده و با تجربه اید. از شما میخواهم مرا در اداره امور یاری داده مشاور من باشید. من به مشاوری همین چون شما نیاز دارم. پیش از این من قافله های زیادی را هدایت و رهبری کردم، اما از این پس نبی خدا رهبر و هدایتگر من است. هرچه فرمان دهید از جان و دل اطاعت خواهم کرد. در زمان آمنهوتپ فقید شما ثابت کردید که برای رسیدن به مقصد از هیچ کاری روی گردان نیستید. من توسط همین ندیمه از شما خواستم دست از خودکامگی و قانون شکنی بردارید.
پیش از آنکه خشم آمنهوتپ را برانگیزید از او عذرخواهی کنید. اما شما به جای عذرخواهی توطئه کردید و نزدیک بود من و همسرم و پسرم را یک جا نابود کنید. بیچاره آبوپیس که قربانی آن توطئه شد. بانو اکنون خشمگینم. حقیقت برای آن است که می‌فرمایید. به ما تهمت زدند. در آن واقعه مقصر خود آبوپیس بود. به هر حال تصمیم گیرنده فرزندم آمنهوتپ است. من که نمی‌توانم در کار او دخالت کنم. اکنون مسئله من چیزی دیگری است. من میگویم یک بیگانه، یک دشمن خدایان نباید بر امور کشور کهنساری چون مصر مسلط شد. میدانید اگر یوزارسیف تمام ثروت مصر را صرف خرید گندم کند، یعنی چه؟ یعنی چند سبای دیگر حکومتی فقیر و بی پشتوانه خواهیم داشت که به سادگی مورد هجوم همسایگانش قرار خواهد گرفت و هیچ گونه پشتوانه برای تجهیز نیرو نخواهد داشت. میدانید از ذخیره سازی گندم فقط مشتی سرمایه دار و متمکن بهره‌مند خواهند شد. میدانید هیچ کشاورز ابلهی ذخیره زمان قحطی خود را به رایگان به حکومت مصر نمی سپارد که بعد آن را به التماس پس بگیرد. بانو، اینها خیالات جوان هاست. مانع شوید. گیریم سخنان شما صحیح باشد. از من چه کاری ساخته است؟ آمنهوتپ جوان برای شما احترام قائل است. او را نصیحت کنید. مگر جوانان برومند و کهنسالان دانشمند ما مردند که یک گوسفندچران کنعانی بر ما حکومت کند؟ ولی آمنهوتپ یوزارسیف را دوست دارد. گمان نکنم به سخنانم بها دهد. اگر بدانید یوزارسیف سودای حکومت بر سر دارد چه می کنید؟ اگر بدانید برای رسیدن به حکومت از کشتن آمنهوتپ هیچ ابایی ندارد چه؟ اگر چه؟ اکنون باور ندارید، اما یقین بدارید که این جوان برای ما نقشه ها دارد. بهتر است مانع رشد او شوید. هیچ توجه کردید بانو؟ او یک مشت مجرم زندانی را از زندان زاویرا آورده و همه امور را به دست اونا سپرده. مگه مردان قوی و شجاعی مثل هرمهوپ کم هستند؟ چرا امثال او را به جای یوزارسیف نمی گمارند؟ من گفتنی ها را از باب دلسوزی گفتم، دیگر خود دانید. بهتر است از این دیدار کسی مطلع نگردد، چرا که تعبیرهای بیهوده و تفسیرهای غلط شروع می شود و من حوصله پاسخگویی ندارم. نمیدانم چه کسی خادم است، چه کسی خائن. میروم با آمنهوتپ سخن بگویم. به هر حال یک بیگانه نباید بر مقدرات مصر حاکم باشد.
بسیار خوب. تو برو. مطمئن باش جناب یوزارسیف را مطلع خواهم کرد. تا کسی تو را ندیده برو. تو باید او را معزول کنی. چرا مادر؟ خطا و گناه یوزارسیف چیست؟ این ننگ است. در تبس، در شهر خدای آموند، در شهری که تمام مردم آن با همه وجود آمون را پرستش می کنند، یک نفر دشمن آمون به قدرت برسد؟ من گمان نمی کنم که یوزارسیف به دنبال قدرت باشد. برای یوزارسیف از لو ابقا تفاوتی نمی کند. این ما هستیم که به او احتیاج داریم. او تنها کسی است که می تواند مصر را از این بحران نجات دهد. پس یک بار بگویید همه مردم مصر مرده اند و ما مجبوریم برای اداره امور سرزمین خود دست به دامن یک کافر بیگانه بزنیم. چرا از وجود مردانی چون هورمپوپ استفاده نمی کنی؟ چرا اجازه می دهی یوزارسیف یک مش زندانی مجرم را در مصدر امور بگمارد؟ من نیز هورمپوپ را دوست دارم و به توانایی های او آگاهم، اما هر کسی را مناسب کاری ساختند. ضمناً زندانیان زاویرا سالها توسط یوزارسیف اصلاح شدند و دیگر اون زندانیان سابق نیستند. این زندانیان از خطاهای گذشته خود پشیمانند و اینک مدیران توامندی هستند. من زمان پدر تو را درک کردم و سالها در مهد حکومت مصر بودم. آنچه میگویم به خیر و صلاح تو و حکومت مصر است. او تمام ثروت و پشتوانه تو را به هدر می دهد. می دانی خالی کردن خزانه مصر و خرید گندم چقدر مصر را آسیب پذیر می کند؟ می دانی بخشیدن سرزمین های فرمان روا به کشاورزان چقدر تو را ضعیف می کند و تمام ثروت و پشتوانه تو را به هدر می دهد؟ نگرانی شما بجاست. اگر یوزارسیف برای اشکالهایی که شما مطرح کردید پاسخی نداشته باشد، باید معذول شود. او باید دلیل قانع کننده ارائه دهد. من به شما قول میدهم. من گفتنی ها را گفتم. دیگر خود دانی. حتی ممکن است به خاطر تصاحب مقام فرمان روایی توطئه قتل تو را هم در سر بپرورد. این را دیگر چه کسی پیش بینی کرده؟ فقط حرف من نیست، کاهنان معبد هم بر همین عقیدند. اینها از هیچ تهمت و دسیسه‌ای بیم ندارند. این اندوخته کفاف مقابله با چنین بحرانی را نمی‌دهد. اسموند، تو به عنوان خزانه‌دار باید راه‌هایی برای تامین هزینه داشته باشی. بهترین راه همیشه افزودن مالیات‌ها و گرفتن خراج بیشتر از مردم بوده. نه، این روش نیازمندان را در تنگنا قرار می‌دهد. اگر کسی مالیات گزاف نتواند بپردازد چه؟ گمان می‌کنم راه‌های بهتری برای تامین هزینه وجود داشته باشد. درود بر عالی جناب یوزارسیف. درود خداوند بر تو. اینجا چه می‌کنی؟ درود خدا بر پنتومون اسمونت. درود بر این روز. عالی جناب، دیروز هورمپوپ به دیدار آنخماهو در معبد رفت. نمی‌دانم بین آنان چه گذشت. من خیلی نگران هورمپوپ نیستم. او ممکن است شیفته قدرت باشد، اما اهل خیانت به آمنهوتپ نیست. فکر نمی کنم به سادگی خود را بفروشد. امروز هم آنخ ماهو به دیدار بانوتی رفته و از ایشان خواسته تا بر علیه شما اقداماتی انجام دهد. تو خود آنها را دیدی؟ نه، ندیمه بانوتی خبر آورد. ساعتی پیش هم بانوتی به دیدار آمنهوتپ رفت. تردیدی نیست که هدف انجام خواستای آنخ ماهو بوده. همه چیز ممکن است، اما خیلی نگران این حوادث نباشید. ماجرای من و آپوپیس را به خاطر دارید؟ همه دسیسه معبد بود. میدانم کاهنان معبد آمون برای رسیدن به مقصود از انجام هیچ عملی ابا ندارند، اما من هم خدای توانای خود را دارم. خود را به او می سپارم.
اگرچه به آنها هم حق میدهم. کاهنان معبد آمون موجودیت خود را در خطر میبینند. باید برای بقای خیش تلاش کنند. اما تردید ندارم که در این مبارزه من و خدایم پیروز خواهد شد. عالی جناب، آمنهوتپ فرمان روای مصر یوزارسیف حکیم را احضار فرمودند. بسیار خوب، همینک خواهم آمد. اگرچه بانو تیسه آیت و بدگویی خود را کرده است، اما اصلا جای نگرانی نیست. امروز که نینفر کبتاه را دیدم هنوز کینه دیرینه را داشت. در مورد عالی جناب یوزارسیف چیزی می گفت؟ آری، می گفت منتظر فرصتی است تا انتقام بگیرد. می دانم نینفر کبتاه انسان خطرناکی است، اما اصلا جای نگرانی نیست. عالی جناب یوزارسیف اجازه ورود می‌خواهد. درود بر فرمان روا بابان. درود بر یوزارسیف حکیم. خوش آمدی یوزارسیف. آنقدر به کار مشغول شده ای که ما را فراموش کرده اید. مشغول انجام وظیفه ام. پیک فرمود احضار کرده اید. خدمت رسیدم. مایل بودم از اقدامات انجام شده در چند روز اخیر مطلع شوم. هنوز کاری صورت نگرفته جناب فرمان روا. تا دانسته های من تکمیل نشود اقدام بیفایده است. مثلا باید بدانیم مردم مصر چند نفرند، تعداد زن و مرد، بزرگ و کوچک چند نفر است، این تعداد در هر شهر چگونه است، چند نفر شهرنشین و چند نفر کشاورز داریم، و باید بدانیم چه مقدار زمین قابل کشت داریم و در کدام مناطق هستند. در آن صورت می توانیم اقدامی سنجیده انجام دهیم. زمین های قابل کشت ما فقط در اطراف نیل است. شناسایی آنها کار چندان مشکلی نیست. من گمان میکنم هر زمینی که آب داشته باشد قابل کشت است. در آن 7 سال فراوانی نه تنها نیل پر آبتر میشود، بلکه به اراده خداوند باران همه سرزمین مصر را سیراب میکند. این خداوند یگانه تو چه کارها که نمیکند. بارش 7 سال باران بر همه مصر. در آن صورت تمام سرزمین مصر را میتوان کاشت؟ باید به همه کشاورزان بگوییم هرچه میتوانند بکارند. مازاد بر نیازشان را حکومت مصر به قیمت مناسب از آنان خریداری میکند. این همه سرمایه را برای خرید گندم از کجا بیاوریم؟ اول از طریق بخشودگی مالیاتی و دوم خرید گندم به بهای زمین. هر کس به نسبت گندمی که تحویل حکومت مصر میدهد صاحب زمینهایی میشود که روی آن کار میکند. این زمینها در طول تاریخ پشتوانه حکومت و تضمین اقتدار فرمانروایان مصر چگونه اون را به دیگران ببخشید؟ با واگذاری آنها حکومت ما به سادگی آسیب پذیر خواهد شد. در عوض شما صاحب تمام ثروت و املاک معبد آمون می شوید. 3000 سال از کسی نتوانسته اموال آمون را از کاهنان بگیرد. شما چطور خواهید گرفت؟ ما به زور از کسی چیزی نمی گیریم. آنها به اختیار خواهند داد. من هنوز پاسخ خود را نگرفتم. با بخشش زمین ها حکومت ما تضعیف می شود. این ساده است. ما گندم رایگان به کسی نمی دهیم، چه کاهنان و چه ثروتمندان. یا باید سکه و ثروت خود را بدهند یا زمین و مایملک خود را. بدین ترتیب همه آنچه را که به کشاورزان نیازمند بخشیده ایم دوباره به دست می آورد. اگر ثروتمندان و کاهنان خود گندم ذخیره کنند، نیازی به خرید گندم از ما ندارند. به شما اطمینان میدهم که جز حکومت مصر هیچ کس قادر به ذخیره سازی گندم نخواهد شد. آیا راه دیگری برای تامین سرمایه مورد نیاز نیست؟ چرا؟ هست. اگر اجازه دهید میخواهم در اولین فرصت با مردم سخن بگویم. فکر میکنید اگر از مردم کمک بخواهید همکاری کنند؟ من امیدوارم که ما را یاری کنند. ضمناً
خبردار شدم که جسد خوابگزار بزرگ معبد را از نیل بیرون آوردند. یعنی غرق شده؟ نه، اطمینان دارم که او را غرق کردند. یعنی کاهنان او را کشتند؟ علی جناب، من گمان میکنم او به خاطر تاییدی که از تعبیر خواب یوزارسیف کرده از طرف معبد مجازات شده. نه، گمان میکنم قاتل را بشناسم. آنخماهو از کاهنان برای این منظور استفاده نمیکند. آنان خودکامگی و جنایت را به نهایت رساندند. باید فکری برایشان کرد. مردم بازیچه یک کافر بیگانه شدند. معلوم نیست با تعبیر از خواب یک فرمان روا چه خوابهایی برای این مردم بیچاره دیدند. به نام خدای مردم مصر و به نام خدایی که مصر و مردم مصر را به وجود آورده، از اینکه دعوت مرا برای حضور در این اجتماع عظیم پذیرفتید سپاسگزارم. منظور من از این دعوت یاری خواستن از شماست. ما باید برای 7 سال قحطی چاره ای بیاندیشیم و قطعاً اگر یاری شما مردم نباشد ما موفق به مهار قحطی نمی‌شویم. من تصمیم گرفتم همه حقایق را به شما بگویم تا خود تصمیم بگیرید. تردیدی نیست که باید گندم ذخیره کنیم، اما اگر من از شما بخواهم گندم مازاد بر احتیاج خود را به رایگان در اختیار حکومت بگذارید، میپذیرید؟ خب معلوم است که نمیدهید. چرا باید دسترنج خود را در اختیار حکومت بگذاریم؟ من حتی مشتی گندم هم به کسی نمیدهم. اگر گندم به کسی رایگان میدادید مثل ما فقیر میشدید، ثروتمند نبودید. بدیهی است که حکومت گندم شما را یا باید به دینار و دبن بخرد که ندارد، یا با واگذاری زمین. بسیار خوب، ما بخشی از گندم مورد نیاز را با واگذاری زمین تامین میکنیم، اما سیلوها را برای نگهداری گندم با کدام سرمایه بسازیم؟ حقوق کارگزاران و کارکنان را از کجا تامین کنیم؟ از کشاورزانی که بر روی زمین خود کار می کنند با کدام اندوخت گندم خریداری کنید؟ خب تو بگو، چرا حکومت اندوخته و ذخیره ای ندارد؟ چون حکومت مصر تصور هم نمی کرد که روزی قحطی بزرگی پیش آید و برای مهار آن نیاز به سرمایه هنگفتی داشته باشد. تردیدی نیست که هیچ راهی جز همکاری و همیاری همه مردم وجود ندارد. آیا حاضرید با کمک یکدیگر خودتان را از مرگ و نیستی نجات دهید؟ خب معلوم است باید برای نجات خود تلاش کنیم. میخواهیم یاری کنیم اما نمیدانیم چگونه. من راه آن را به شما خواهم گفت. ابتدا از طریق بخشودگی مالیاتی. ثروتمندان و اشراف مصر موظفند هر سال بخشی از درآمد خود را به عنوان مالیات در اختیار حکومت قرار دهند. ما بخشی از این مالیات را به آنان می‌بخشیم.
هر کس یک سال مالیات خود را پیش از موعد بپردازد، ما بعداً دو سال او را از پرداخت مالیات معاف می‌کنیم. و هر کس اکنون مالیات 7 سال را بپردازد، ما بعداً 14 سال از او مالیات نمی‌گیریم. این که خیلی خوب است. من حاضرم مالیاتم را پیش بپردازم. این هم به نفع ماست که 7 سال کمتر مالیات بپردازیم. هم به نفع حکومت که مشکل خود را حل می کند. راه دیگر این است که مثل زمان فراعنه و زمامداران پیشین از طریق حمله به کشورهای همسایه و غارت اموال آنان سرمایه لازم برای خرید گندم را تامین کنیم. بدیهی است که مردم باید در این جنگ ها شرکت کنند. یعنی پیش از آن که قحطی ما را نابود کنند با حضور در جنگ خود را نابود کنیم؟ بسیار بسیار، من هم موافق جنگ نیستم. اگر از طریق جنگ مایل نیستید، خودتان مخارج لازم برای خرید گندم را تامین کنید. هر کس باید 1/5 درآمد خود را به این امر اختصاص دهد تا صرف خرید گندم شود. اگر با پرداخت 1/5 درآمد خود جنگی در بر نخواهد بود، ما حاضریم. از جنگ‌های مکرری که مردم را به کشتن می‌دهد تا ذخایر حکومت را پر کند خسته شده‌ایم. یوزارسیف با بخشیدن زمین‌های فرمانروا به کشاورزان مقدمات نهایی پیروزی معبد را فراهم می‌کند. اما مطلبی را که نباید فراموش کرد، ذخیره‌سازی گندم است. تا می‌توانید اضافه بر گندم‌های معبد گندم تهیه کنید. به زودی خواهید دید سرنوشت مصر را کسی به دست خواهد گرفت که گندم بیشتری داشته باشد. یعنی کاهن اعظم پیشگویی یوزارسیف را در مورد قحطی گندم باور دارد؟ به دو دلیل. آره، اول اینکه تعبیری بهتر از آنچه که یوزارسیف برای خواب فرمانروا گفت به نظرم نمی‌رسد. دوم اینکه انسان عاقل جانب احتیاط را از دست نمی‌دهد. ما می توانیم از فردا چند نفر از مامورین خود را مسئول خرید گندم کنیم. فقط بی جنجال و مخفیانه باشد. اگر سیلوهای معبد انباشته از گندم نباشد، در آینده چگونه می توانیم استقلال معبد را حفظ کرده و با یوزارسیف مبارزه کنیم؟ معبدی که به نان خود نیازمند باشد، بیشک در مقابل یوزارسیف به زانو در خواهد آمد. تو بمان. یک نفر را می خواهم که از اختی یک کار خطیر براید. برایم پیدایش کن. اطاعت کن. می‌دانم که اکنون دیگر دیر است، اما از تو می‌خواهم تا
در این لحظات آخر مرا عفو کنی. میدانم که همسر خوبی برای تو نبودم و قدر خوبی های تو را ندانستم، اما تو همیشه بزرگوار بودی. اکنون نیز در این لحظه آخر از من بگذر. ما هر دو به یوزار سیف بد کردیم. ای کاش یوزار سیف اینجا بود و از او طلب بخشش میخواستیم. چه میشد به جای آمون خدای یوزار سیف را میپرستیدیم. اگر یوزار سیف را دیدی اگر یوزار سیف را دیدی